دوستهای به نهایت عزیزم، بعد از عرض سلام شفیع یار هستم. توجه شما را به برنامه 235 خود که مصادف به هفته چهارم ماه آگست سال 2015 میلادی است صمیمانه جلب میکنم. شما از کشته شدن یا اعلان فوتی، حداقل اعلان فوتی آقای اقانی و ملا عمر کور خبر شدین و بعدن هم از مردن یا به جهنم پیوستن امید گل، رئیس سابق استخبارات آیسای. و در مملکت ما اعتماد زیاد از مردم ایره جشن گرفتن، با وجودی که عملا یک کدام گپ بسیار مهم نبود، اما امو عقده که ما در مقابل از این کثافت ها داریم، مردم ایره جشن گرفت. ده پکتیا، ده ما بین شار مردم بعتن شروع کرد، ده جلال آباد بعتن ها شروع کردن، در کابل، در مزار و در هر جای دیگه مملکت ما. اما یک تعداد از جواسی سینا در مملکت ما دارن و یک تعداد از علمای طرفدار خود دارن و غیره و غیره. خود میشه شما فکر کنین که به طور مثال می آقای کوثر و ظاهر دایی چی کردن که خبر شدن. تصادفی اینا اردیشان یک جشته بودن، سر ما برنامه ثبت میکردن. اولین سی دی ما که بزد سی دی ما در تلویزیون زرین یک انسان از انسانهای بیدین سر از او تبصره کرد، این سبب شد که میلیون ها انسان سی دی های ما را بشنون و از درس های ما استفاده بکنن. برای آقای شفیع یار و امثالشان بگیم که کمیره خبر شدن، ببینین که آقای ظاهر دایی چی رقم یک عکس العمل نشان میده. خدا دلمان بیکفه برادر عزیز. اللهم اشکو الیک یا رب العالمین، من در میتن و مازم مهر تا میگم یا رب العالمین، من تو چی کار میکنی؟ خدا دلمان بیکفه برادر عزیز. اللهم اشکو الیک یا رب العالمین، من در میتن و مازم مهر تا میگم یا رب العالمین، من تو چی کار میکنی؟ خدا، او خدا، امید گل مرد، ما چی کنه؟ ما را خود تو بیچاره جور کردی. نه، مگه ایره ما مزاق کردم. می آقای ظاهر دایی که هست، شاید یک آدم نباشه که در مردن امید گل ایتو گریان کنه، مگر از او که در بتر سعی کنه نیره ای از دست مردم افغانستان شکایت داره. سعی کنین از دست مردم افغانستان داره تو شکایت میکنه که من چی بکنه؟ از دست مردم افغانستان من تو شکایت میکنه که من چی بکنه؟ از دست مردم افغانستانی شکایت داره پیش خداوند. مردم بیچاره افغانستان که روز صدها نفر ما کشته میشه، یه وضعی که بر آرامش مردم افغانستان پیش خداوند عذر بکنه، ای شکایت میکنه از دست مردم افغانستان. ای مردم بیچاره افغانستان چی کرده؟ ای 35 سال است که به نام دین کشته میشیم، چور میفتیم، تجاوز میشیم، مال ما گرفته میشه و از ترس دان ما را چپ گرفتیم، یا ما را میکشن، اولاد ما را پیشوی ما اگر چیخ بزنیم به نام کافر میکشن، خود ما را، تمام فامیل ما را. ما شکایت نمیکنیم یا شکایت میکنه؟ از دست مردم افغانستان من تو شکایت میکنه که من چی بکنه؟ از دست مردم افغانستان من تو شکایت میکنه که من چی بکنه؟ از او که برو پیش خدا شکایت کو از پاکستانیا، از آیسای، از اونو تریاک فروشا. یک روز ما از این نمی کسیفا ندیدیم که در سر آیسای گپ بزنه، یک روز ندیدیم که برای در مورد تریاک گپ بزنه، یک روز که در مورد قتل و کشتار بیگناه های افغانستان گپ بزنه. آخرش رفته پیش خداوند شکایت داره از دست مردم افغانستان. و باز ببینین که فریبکارا پیش شاگردای خود چی میگن؟ سعی کنین تروالا که در مورد ما چی میگن؟ یا باز میگن هم که ما مردم های با اخلاق هستیم، شفیع یار بی اخلاق هست، ما چی در مورد از ایج بگویم؟ دروغ بزرگترین بد اخلاقی است. ما خو که میگم در موردتان، میمانم باز در موردش تبصره میکنم. اگر مزاق کدم مثل امروز، باز ما او را پیش از ای که مردم قبول کنه، باز ما او را میگم که این یک مزاق بود.
اما سعی کنین کینا در مورد ما چی میگن و ایرام اخلاق میدانن. برای آقای شفیعیار و امثالشان بگیم که بیبی سلمان رشدی، تو سلمان رشدی افغانی هستی؟ تو سلمان رشدی افغانی هستی؟ سلمان رشدی هندی وقتی در انگلستان ای برای چهار تا شاگرد بیچاره خود که در اوج شیشته ایوازه که یک دو کلمه خوب یاد بده، مهربانی، مرحمت، دستگیری، که چطور وطن خود از این مخمصه نجات بتیم، چطور تریاک جلوگیری کنیم، چطور دشمنای مملکت خدای سایه بشناسیم. ایواز از او آمده هزارها مایل دور یک آدم که مسلمان است او را میگه اینی سلمان رشدی افغانی است. برای آقای شفیعیار و امثالشان بگیم که بیبی سلمان رشدی، تو سلمان رشدی افغانی هستی؟ استاد ظاهر دایی، استاد گرانقدر، امی خودت سلمان رشدی را راستی میشناسی؟ امو کتاب مشهورش سیتانک ورزز امیر یک دفعه یک دو کلمه در موردش خواندی؟ نخواندی نه؟ یعنی تو امی سلمان رشدی را نمیفهمی که چی میگفت؟ سلمان رشدی در کتاب خود، در یکی از کتابهای ناول خود نوشته کرده به استناد یک تعداد از آیات قرآن کریم که اینمینا بلا تشبیه آیات شیطانی است. او میگه قرآن بلا تشبیه آیات شیطانی است. ما چی میگم؟ ما میگم یک خداوند واحد است. هدایات را، بخش از هدایات خدا در یک کتاب به نام قرآن توسط یک پیغمبر به نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به ما فرستاده. ما به یگانگی خداوند ایمان دارم، به قرآنی که به ما فرستاده ایمان دارم و به پیغمبری که توسط از او خداوند بزرگ قرآن به ما فرستاده. تفاوت ما در چیست با شما؟ تفاوت ما با شما در ایست که ما پیغمبر پیغمبر میدانم، تو پیغمبر خدا بلا تشبیه یا پالوی خدا میدانی. ما قرآن مهمترین کتاب میدانم، تو اونو کتاب صحیح بخاری را در پالوش آوردی که یامونمق مهمه و ما در مورد صحیح بخاری یک ده برنامه داشتیم. از برنامه برین 105 تا 20 یا 25 ما سعی کنین دمیجه اگه 7-8 برنامه ما در مورد دارم و ما از او کتاب احادیث آوردیم که تو میشرمی که برای یک مسلمان رو تشریح کنی که امی از پیغمبره. اینال تو مرا میگی که من یک سلمان رشدیستم در حالی که ما به یگانگی خداوند ایمان دارم، با قرآن ایمان دارم، با پیغمبر ایمان دارم. از این که در یک اخلاق پست وجود داره، یعنی تو یک آدم مشرک به اینی اندازه دروغگوی هستی و به اینی اندازه پست و کثیف و بد اخلاق هستی که مرا سلمان رشدی میگی و اینی گپ ماست. برو در تمام برنامه هم سعی کن که من چی میگم. اینال شما میاین دروغ میگین. به طور مثال سعی کنین که در مورد گوشت خوب سر ما تومت میکنین که ما اینی گپ زدیم. قرآن از لفظش خوانده نمیتونه، تفسیر غلط میکنه، تفسیر و ترجمهش مخالف 14 قرن از علما هست. کل علمای اسلام میگن که گوشت خوک حرام است. این مستر صاحب آمده چی میگه؟ حلال است. گوشت خوب میگه چقدر خوب است. مردم یک عوض گوسفند میگه، گوسفند سال یک چیه میتن، آدم خوک نگاه بکنه سال 12 تا میتن خلاص. سری حلال گفته باشه. سری میگه. اینا کل علمای اسلام میگن که گوشت خوک حرام است. این مستر صاحب آمده چی میگه؟ حلال است. گوشت خوب میگه چقدر خوب است. مردم یک عوض گوسفند میگه، گوسفند سال یک چیه میتن، آدم خوک نگاه بکنه سال 12 تا میتن خلاص. سری حلال گفته باشه. سری میگه. اینا رو کسی که حلال الله را حرام الله را حلال میسازه و حالت مخمصه را کل علمای اسلام میگن در حالت است که انسان چی باشه؟ میمره. در حالت مرگ است، مردن است، خطرناک است. ما خود سر شما تهمت نمیکنم، خط به خط گپتان میمانم، سرش تبصره میکنم و او را به استناد آیات قرآن مر شما را رد میکنم، از دل خود رد نمیکنم. این سعی کنین که شما وقتی که میگین که شفیعیار گفته گوش خوک حلاله، تو نمیمونی که ما چی گفتیم و برین ایده برنامه ما هست، برین امیر سعی کنین و خودت باید رفرنس بدی که در اینی برنامه گفته. اما این ما اموره برای تشریح میکنم که ما چی گفتیم. آیت 173 سوره بقره،
و یا میگن که شفیعیار کدام قرآن پاک را استفاده میکنه که او درست نیست. شما مو هر قرآن چی خودش چی ترجمه شه دارین امو جسعی کنین. آیه 173 سوره بقره، خداوند فقط حیوان مرده یعنی گوشت مرده را نخورین و خون و گوشت خوب و آنچه را که به نام غیر از نام خدا سر بریده شده باشد بر شما حرام کرده. چهار چیز: گوشت مرده، اگه یک حیوان مرده گوشتش نخورین، خونش نخورین. اینا لیکت یاد مردم گوشت را که سنگ پای میشه که باشدش، نه، خون ریخته منظور است. او خونه که در گوشت باقی میمانه او منظور نیست. و گوشت خوک، یعنی گوشت خوک حرامه. و آنچرا که به نام غیر از نام خدا سر بریده شده باشد بر شما حرام کرده. اینجا یک تفاوت از بین ما و این ملاها. میگه اگر شما یک حیوان به یک نام غیر از نام خدا کشتین و گوشتش حرامه، این نیست که حتمی نام حلال را بگیرین. اگر میگیرین کدام نقص نداره، اگر نگیرین گوشت حرام نمیشه. اگر بگوین اینی گوشت اینی حیوان ذبح کردم به نام آقای کوثر یا زایر دایی، بازو حرام میشه. به نام یک بت، به حیث قرعه‌کشی، به هر چیز دیگه، به یک نام دیگه اگر سرش بگیرین او گوشت حرام میشه. تا اگر شما نام خداوند میگیرین حرام نمیشه، اگر نمیگیرین هم حرام نمیشه. چرا دایی جا گفته میشه که و آنچه را که به نام غیر از نام خدا سر بریده اید، به غیر از نام خدا اگر سر بریده این حرام شد. اینال کوثر و دایی اگر شما منافق نیستین، اما جایی که ما گفتیم غیر زمی بیارینشه. اینال ادامه از آیت ای را خوب گوش کنین، گب دوج خلاص نمیشه. کسی که ناچار باشد، ناچار نگفته کسی که دال مردنه، کسی که ناچار باشد در صورتی که متجاوز نباشد و در خوردن آن زیاده روی نکند گناه بر او نیست که از این حرام ها بخورد، چون خداوند آمرزنده مهربان است. سعی کنین داخل گفته میشه که اگر تو مجبور استی، ناچار استی، به یک مقدار که امی ناچاری طرف میشه، نه به شکل ساتیری و میله و پرخوری، اگر تو میخوری از یرام ها به تو علاله، اگر گوشت خوکا میخوری علاله، اگر گوشت حیوان مرده را میخوری، اگر خونا میخوری. این در قرآن پاک گفته شده، این را ما نگفتیم. اینا لیا آمده که شفیعیار گفته با مامورین گوشت خوک بتین که ساتشان تیشه، نه این را نگفتیم. گفتیم که مثلا اگر گوشت، اگر خوک تربیه کنیم، یا خوک سالانه چندانه چوچه میته، یک گوسفند یک دانه یا دو دانه چوچه میته، یعنی یک سورس یا منبع آسان گوشت است. اینجا کلمه ناچار آمده. اینال معمیر میمانم برای شما به می عربیش سعی کنین. انما حرم علیکم المیتت والدم واللحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله فمن اضطر. خوب ببینین، فمن اضطر یعنی اگر در حالت اضطراری هستین که اونمون ناچاری است، یا اونمون میگه او مردنه. کل علمای اسلام میگن که گوشت خوک حرام است. این مستر صاحب آمده چی میگه؟ حلال است. گوشت خوب میگه چقدر خوب است. مردم یک عوض گوسفند میگه، گوسفند سال یک چیه میتن، آدم خوک نگاه بکنه سال 12 تا میتن، خلاص. سری حلال گفته سری میگه. این حالا کسی که حلال الله را حرام الله را حلال میسازه و حالت مخمسه را کل علمای اسلام میگن در حالت است که انسان چی باشه؟ میمراد در حالت مرگ است، مردن است، خطرناک است. انسان چی باشه؟ میمراد انسان چی باشه؟ میمراد انسان چی باشه؟ میمراد. کلمه استرار مردن مانا نمیته، مجبوریت و ناچاری مانا میته. اینال تفاوت ما که تزیاد چیست؟ یا در 1400 سال میگن گوشت خوک حرام است،
تنها در یک حالت خورده میتونی که اگر میموری نزدیک مردن است، یعنی که بازدهی وقتی که تو در مردن است یک کس گوش خوک در گلون تله میکنه، باز تو شکر خدا جور شدم. ای رقمی نیست، ناچار اگه هستی. کی ناچاره؟ در مملکت ما معتبره سادشان تیره غریبای بیچاره گداییگر گوشت گوسفند خریده نمیتانن، گوشت گاو خریده نمیتانن. اگر امینجا در مملکت یک فارمداری خوب باشه برای مردم که از گوشنگی زجر میکشن و ناچار هستن، به اساس آیات قرآن پاک بگذاری که اینا به گوشت خوک دسترس داشته باشن، میتانه که بر از یا مفید باشه. آیا ای در افغانستان مورد قبول؟ نه، به خاطر که 1400 سال قرآن غلط تفسیر شده. کلمه ناچار کلمه مردن گرفتن. کل علمای اسلام میگن که گوشت خوک حرام است. این مستر صاحب آمده چی میگه؟ حلال است. گوشت خوب میگه چقدر خوب است. مردم یک عوض گوسفند میگه، گوسفند سال یک چیه میتن، آدم خوک نگاه بکنه سال 12 تا میتن. کل علمای اسلام میگن که گوشت خوک حرام است. این مستر صاحب آمده چی میگه؟ حلال است. گوشت خوب میگه چقدر خوب است. مردم یک عوض گوسفند میگه، گوسفند سال یک چیه میتن، آدم خوک نگاه بکنه سال 12 تا میتن. خلاص سری حلال گفته. سری میگه این حالو کسی که حلال الله را حرام الله را حلال میسازه و حالت مخمسه را کل علمای اسلام میگن در حالت است که انسان چی باشه؟ میمره. در حالت مرگ است، مردن است، خطرناک است. انسان چی باشه؟ میمره. انسان چی باشه؟ میمره. اینال یه میگه علما در 1400 سال همه تو گفته علما اشتباه کرده. در 1400 سال گوشت خوب برای کسی که ناچاره، به اندازه که ناچاریش رفع کنه نه زیادتر از او، حلاله. نه تنها گوشت خوب بلکه خون، بلکه گوشت مرده. آیا این را یک آدم میتونه آسان بخوره؟ نه، در این شرایطی که آل در مملکت ما گفته شده و مردم دلش بد میشه، نه. این حال هم آگه یا ببینن که در قرآن خداوند ایره حرام نگفته در صورت مجبوریت. در صورت مجبوریت حلالها حرام میشه در قرآن. این حال ما این نیگه پا زدیم، این نیگه پا در واقع ما از خود نزدیم، از روی قرآن پاک زدیم و ای ده یک آیت نیست، ده ده آیت. این حال یا میاین دروغ گویانه با مردم میگن که شفیعار گفته گوشت خوک حرام نیست، حلاله. برو تو دمو هر جایی که میگی ما گفتیم، همی گردن تو مثل گردن ابولهب بسته که بیایی و امیر نشان بدی که مردم ببینن که ما امیر گفتیم. اگر نه که نگفتیم، خب مردم شما را به عیس دز و دروغوی بیازو شناختن. این حال شما سعی کنین این منطق از یاره گوش کنین که ظاهر دایی منعیس یک استاد بزرگ دانشگاه چی میگه. یه خود شاگردا داره. من یقین دارم آقای ظاهر دایی کمی شاگردای کنار رو میشنه، تو بسیار به آبرو معلوم میشه پیشان. سعی کنین هر قدر ای تو استاد ما را، استاد کوثر را بخوایی که در تلویزیون نامش را بد بگیری، پشت سرش زد بگی، بمو اندازه محبت مسلمان ها به ای زیادتر میشه. کور خاندین اوتو نیست. آقای کوثر روز اول که آمد در مقابل ما برنامه ساخت، ما یقین دارم که یک تعداد زیاد شاگردایش کتش استاد شد و آمدن هم در یوتیوب که ما شفیعیا را میکشیم. بعد از او کلش گم شد، به خاطر که وقت جواب ما را دیدن یا متوجه شد که استادشان یک آدم دروغگوی منافقه. این حال ظاهر دایی را میمونیم به این که بریم در سر همی کسی که میگه یک قدر محبوبه که هرچی قمابت بگوییم او زیادتر خوب معلومه شه برای مردم. بین دسر ازی بریم ببینین که ای چی رقم ایره. ما او افتان ماندم ای کلپه، شما خوب گوش کنین، بسیار مهم است. دوباره میمانم وقت ما به این باور هستیم که طالبان به دین ما و به آیین ماست، با رسم ماست. بله. ولی ما شاهد ای هم هستیم و میخواییم ایره نقل قول کنم خدمتتان که حملات طالبا معمولا در ماه مبارک رمضان تشدید پیدا میکنه و اونا هدف قرار میتن ده اخیر میماره، به خاطر که میگن فضیلت بیشتر داره جهاد. وقتی یک کس، یک مسلمان روزبدان در ماه مبارک رمضان شهید میکنه یا میکشه، شما به می گروه و طایفه چی نام میتین؟ پیشتر یک حلیمی صاحب تفصیل در رابطه داشتن. ما واقعا یک جانبه میدانم که شما رسانه‌ای که
امکانات ازیر خیلی خوب داشتین، اقل از طریق اسکایپ و از طریق تلفن و نمائنده های از اونا رو میخواستی یک بار نمائنده از کیره نمائنده طالبا را شما میتونستین در رسانه میخواستیم نمائنده نه در رسانه ما نمیگیم که شما در استادیو حاضرش کنی، آیا به شما اعلامیه نمیفرستن؟ اونا آیا پیگرد است آقای کوثر؟ پس اعلامیه هایش از اونا که شما نشر میکنین از کدام آدرس نشر میکنین؟ اعلامیه اونا خو یک وسیله برقی و سایت برقی دارن، شما میتونه از طریق از اونو پیامشان میگرفتین، پیام وقتی که پیام ازو رو میگرفت ما پیام ازو رو شنیده باز حرف میزدیم. خب ما پیامشان بسیار عینی به خدمتتون میگم، شما در جریان حملات در رمضان گذشته بودین، شما در جریان حمله یمی گروه در ولایت لوگر بودین که والی ولایت شهید ساخت، شما در جریان حملات گروه طالبا در سرپل میمنه بودین. این جمله حرفای است که بله. همه شاهدش بوده. شما لطفا به اینا یک تعریف بدین وقتی در رمضان متواصل به خشونت میشن چی میگین برشون؟ اعلامی رسمی شورای علمای افغانستان است، من نمیتونم به نمایندگی از او حرف بزنم. چرا شما از دید خود بگیم؟ آنچه که من از دید خود میگم التجا و تمنایی است که از هر دو طرف میخوایم، از این بالا ما حرف زده نمیتونیم. آقای کوثر شما... ما در جریان التجا و تمنایتون بودیم و یادداشت های پیش خود دارم. حالا ببین بحثی را بگوین که گروهی که دینشان اسلام است، باورشان هم باور ماست، مذهب آیین رسم همیشان یکی است، ولی یک مسلمان روزبدان به اثر یک انتحار و انفجار از بین میبرند، شهید میسازند، شما به عنوان استاد دانشگاه و آگاه مسائل دینی به ما چی میگین؟ ببین شما آن چیزی که صلاحیت یک مفتی است از مفتی بپرسین. ببین شما آن چیزی که صلاحیت یک مفتی است از مفتی بپرسین. ببین شما آن چیزی که صلاحیت یک مفتی است از مفتی بپرسین. ببین شما آن چیزی که صلاحیت یک مفتی است از مفتی بپرسین. از استاد دانشگاه نمیتونیم؟ طبعا استاد دانشگاه در حد صلح حرف میزنه، در حد حرف میزنه که شما مسئولیتتان صلح است یا که واقعیت ها رو باید بگوید؟ طبعا واقعیت ها وظیفه ما، ولی شما ایر از یک مفتی طالبه که در رمضان میکشه برش چی نام میتونیم؟ شما از یک مفتی بپرسین که اون حاضر است، شورای علما عملا حاضر است. من از آقای علیمی میپرسم، ولی بله. شما به عنوان استاد دانشگاه و کسی که تحصیل کردین دنیا اوزه بله چی میگین؟ آن چیزی که دیدگاه ما بود، ما قبلا دیدگاه خود گفتم، نمیشاید که با سوال خود ما یک بارگی دیدگاه خود عوض کنم. ما آن دیدگاه دارم که به صلح هم طالب دعوت میکنم، هم حزب اسلامی را دعوت میکنم، هم شبکه حقانی را دعوت میکنم، اگرچه اینا همه ایشان مخصوصا شبکه حقانی میه که ما با طالبان یکسان هستیم، هم حکومت افغانستان را دعوت میکنم. کوثر با پوزش، من امیدوار هستم از بعض دوست دور نریم. پای کوثر با پوزش، من امیدوار هستم از بعض دوست دور نریم. پای کوثر با پوزش، من امیدوار هستم از بعض دوست دور نریم. ما در حدی هم نیستم که خیلی مسائل بیام با شما تخصصی تر صحبت کنم، ولی حداقل یک پرسش به عنوان یک گارداننده دمی بس و از آدرس شهروندان افغانستان از شما میکنیم. شما لطفا امور مسئولانه جواب بدین که وقت تخصصتان در همین حوزه است، آگاهی بیشتر از مردم عام نسبت به دین اسلام روحانیت دارین، گروهی که در رمضان مسلمانای عادی را میکشد چی نام میگذارین؟ گروهی که در رمضان مسلمانای عادی را میکشد چی نام میگذارین؟ گروهی که در رمضان مسلمانای عادی را میکشد چی نام میگذارین؟ این فتوا را شما رسما از دارالافتا استره محکمه بپرسید. ببین شما آن چیزی که صلاحیت یک مفتی است از مفتی بپرسید. ببین شما آن چیزی که صلاحیت یک مفتی است از مفتی بپرسید. شما میبینین که در سر بیچاره های مملکت ما از این منیس یک عالم دین و استاد دانشگاه میگن که می طالبا می ماه رمضان خود اقل برم یک ماه قتل عام مردم ما را بس کنن. همی خود چی میگی عالم دین؟ همی استاد دانشگاه دمی چی میگی که طالبا همی کارشان درسته؟ ای اصلا از همی زبانش یک کلمه زده طالب نمبره. مردم افغانستان میگه که مسلمان های موسمیست، میدیای افغانستان کلگی مسلمان های موسمی است، یعنی معنای چیست که چرا طالبا باید جنگ بس کنن؟ شما مسلمان های موسمی هستین باید کشته شوین، طالبا درست میگه. بالاخره ای آقایی که مصاحبه میکنه ایره بسیار در یک نقطه خاص ماکم میگیره، دوجه که در سیکنجی گیر میمانه باز یک گپ دیگه میزنه. ایره خوب یک دفعه دیگه گوش کنین، سعی کنین. گروهی که در رمضان مسلمان های عادی را میکشد چی نام میگذارین؟ گروهی که در رمضان مسلمان های عادی را میکشد چی نام میگذارین؟ گروهی که در رمضان مسلمانای عادی را میکشد چی نام میگذارین؟ این فتوا را شما رسما از دارالافتا استره محکمه بپرسید. اگر از استاد دانشگاه مسلمان شما
آن چیزی که صلاحیت یک مفتی است از مفتی بپرسین. ببین شما آن چیزی که صلاحیت یک مفتی است از مفتی بپرسین. میگم من مفتی نیستم که در اینجا فتوا بدم. مفتی یعنی یک کسی که عالم دینه و اهلیت عزیز داره که بیای فتوا بده. و طور مثال یک نفر میایه مثل از یوار میگه شفیع یار کافره نظر به اینی گپا. اینی مفتی است. این هر کس نمیتونه باید مفتی باشی به نظر ازیا. خال او استاد امی تو خو منعیس یک عالم دین امی قخو گفتم میتونی که نه دمی ماه رمضان نکشین. بیاین که دخل یک ماه ساله کنیم. اگه سال از دوازده ماه سالش خوبتره ما حکومت هم میگم نکشین. اما طالب صاحبا شما خو عالم دین هستین. امی یک ماه مردم نکشین. خیر آل اسکر امریکا کافره. مردم ما کافر نیست. اما ای برعکس مردم ما را مسلمان های موسمی میگه. خب بسیار خوب. این نفر میگه من مفتی نیستم که فتوا بدم. من این گپ زده نمیتونم که طالبا کار خراب میکنن. قتل عام مردم افغانستان در ماه رمضان غلط است. من این را نمیتونم بگویم. به خاطر من مفتی نیستم. خب بسیار خوب. مفتی نیستی؟ همینطور روز اول که آمدی در سر ما برنامه جور کردی نگفتی که همی شفیع عیار کافر است. اینی به خاطر که پیغمبر میگه عالم نیست، به خاطر که پیغمبر میگه بی سواد است، به خاطر ازی ازی او بیعقل کفر. هر کس استفاده کفر از خود، هر شیطان پرست حق نداره که کسی را کافر یا مسلمان بگه. ای اهل فتوا کار داره، اهل ازی کار داره که علم کرده باشه. هر کسی حق نداره که بگه که فلان کافر است، فلان مسلمان است. اگه خود از مو هم بگه کافر میشه، اما ما که بگم چرا کافر نمیشون، ما میفهمم که اونمو آدم از ایمان خارج است، از دایره اسلام برآمده، شیطان پرست است. و به خاطر اعتقاد و باور داشتن به موضوع تکفیر که تکفیر وجود داره در اسلام، با اونو کسی که از دایره اسلام خارج شوه. ولی حق هر کس نداره که آسان بکشه از جیب خود ترک در پیشانی کسبانه. این حق کس نداره. این اهل کسی که عالم دینی باشه، کسی که تخصص در دین داشته باشه، کسی که متخصص علوم شرعی باشه، کسی که سر فهم شریعت حاکم باشه. یعنی کسی که سر فهم شریعت حاکم نباشه او حق نداره که اصدار فتوا کنه. مفتی از خود شرایط داره. حتی بعضی مولوی صاحبان حق ندارن که فتوا اصدار فتوا بتن. مولوی است چون شرایط تخصص پورا نکرده حق نداره که فتوا بده. تو نگفتی حالا تو خود مفتی نبودی. سر طالب که میرسه تو مفتی نیستی. سر مردم بیچاره مملکت که به خاطر وطن خود مبارزه میکنن در سر از وام مفتی میشی و تو میایی که ای باید کشته شد. در پهلوی آن استاد دانشگاه استم و تا سطح ماستری را در رشته شریعه و قانون سند دارم و فارغ شدیم و درس خوانیم، هم مدرسه خوانیم و هم پانتون و دانشگاه. آقای شفیع عیار را ما از 3-4 سال مطالعه میکنم، 3-4 سال کلیپ های از ایره، و ما از پروردگار روزی را میخواستم که زمینه مساعد شوه مسئولانه در مقابل این شخصی که با این نظریات کفریشان، با این نظریات دشمنی به الله و رسول و استهزا و توهینی که به الله و رسول داره، صرف با یک امتیازی که این آقا در کشور زندگی میکنه که اون کشور طبعا اونجا قوانین اسلامی بالاش جاری نمیشه، از محاکم دینی به دور است، این آقا از تریبینی که در آغوش دیگرا قرار گرفته و از تریبین از اونا و از مایک و تصویر از اونا حرف میزنه. کفر ازی به چند دلیل است. اول پیغمبر را مؤمن ناتمام گفته، و وقتی که پیغمبر مؤمن ناتوان شود اصلا مؤمن در دنیا باید وجود نمی داشت. پس این آقا به این حرفش کافر شده. دو این آقا به پیغمبر بی علم خطاب کرده، در حالی که اعلم بعد از الله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. به نصوص صریح قرآن و احادیث گوهربار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این آقا نفی علم را از رسول الله کرده و نسبت جهالت را به پیامبر میزنه که پیامبر علم از کجا کرد. این آقا با این گپ خود هم کافر شده. و باز ما آمدم، باز ما آمدم امور تشریح کردم. من ایس یک مسلمان آیات از قرآن آوردم به شمول آیت 94 سوره یونس که در اوجه گفته شده بود که پیغمبر اگر تو شک داری با او چیزی که ما برات رایی کردیم که یعنی قرآن و نبوت،
برو از کسایی که کتب الهی قبل از تو را خوانده بپرس، یعنی از عیسوی و موسوی. بعد از ما تو پس آمدی در برنامه دیگه گفتی ما فتوا دادیم و فتوای ما پا بر جاست. یعنی ما در تلویزیون هیچ وقت ذوق از زیر پیدا نکردیم که اگه آدم را داوده مگه میمی اینه میاله ما تو دمی دل میگرده که بگویم او امی ما آل تو چرا خیده سر ما فتوا دادی؟ تو چرا سر مردم بیچاره افغانستان فتوا میتی که اینا مسلمان های موسمی است؟ اینه میخو فتواست. اگه تو به خود اجازه نمیتی که سر طالب گپ بزنی که طالب قتل مردم بیگانای افغانستان در این عملات انتحاری وحشتناک به نفع عیسای کار درست نیست. گروهی که در رمضان مسلمان های عادی را میکشد چی نام میگذاره؟ گروهی که در رمضان مسلمان های عادی را میکشد چی نام میگذاره؟ گروهی که در رمضان مسلمانای عادی را میکشد چی نام میگذاره؟ این فتوا را شما رسما از دارالافتا استره محکمه بپرسید. اگر از استاد دانشگاه مسلمان شما آن چیزی که صلاحیت یک مفتی است از مفتی بپرسید. ببین شما آن چیزی که صلاحیت یک مفتی است از مفتی بپرسید. هی تو چرا مردم افغانستان مسلمانای موسمی میگی؟ مسلمانای موسمی یعنی که از دل و جان اینا مسلمان نیستن، قابلیت کشتن دارن. آی سای و طالبا باید یارا بکشن. حال آقای کوثر، همی تو مفتی هستی؟ حال این میگی که من مولاییستم، یعنی که همی قوایدم خاندیم مفتی هم بودی دیگه، در غیر از او خسر ما عقل نداشتی. اونه خودت میگی که ایره هر کس نمیتانه که یک مور از جیب خود بگیره در پشانی مردم بزنه. خود تو همی کار کدی؟ ما آمدم از روی قرآن پاک برات گفتم که تو غلط هستی. یک آدم منافق مشرق خود نمیتانه که سر یک مسلمان فتوا بده، ولی تو فتوای کشتن مرا داده بودی به هیچ دلیل. تو هیچ عقل نداشتی که کار کنی اما داده بودی. این حاله که خیلی توی قدر شایستگی داری و مفتی هم هستی، خیلی چرا تو در سر طالب ها میگفتی که من مفتی نیستم؟ خاله یک دروغوی نیست یا لامو رقاسه یا سرلوی میگه که دوستا یک آدم دروغوی فاسق به ایمانه. به ایمان یعنی کافر. خو نظر و موگپ رقاسه آسترالیایی که رفیقته تو یک آدم کافر هستی. آقای کوثر، میای یک روز میگی که شفیعیار کافره به خاطر از این که قرآن کتب دیگر منسوخ کرده و این میگه نه قرآن منسوخ نکرده کتب دیگه آسمانی را، و باز از دل خود یک گپ میزنی میگه خداوند گفته که ما قرآن برای شما نورایی کردیم که این در قرآن است. باز میگه معلوم دار دیگه نور وقت کامت کتب دیگه از بین رفت. او روز دیگه در برنامه میگفتی که شفیعیار گپایش تناقض داره. تو بیا برای ما بگو کدام گپم، تو پیدا کو که ما بفهمم، مثل ما بگو. این آمدی در قسمت نسخ کتب دیگه توسط قرآن گفتی قرآن کتب دیگه را نسخ کرده. نسخ نکرده ما گفتم، و تو به اساس از این مرا کافر میگی؟ چند برنامه تو سر از می گپ زدی؟ باز دو سه برنامه بعد خودت آمدی در برنامه میگی که قرآن تصدیق کننده کتب قبلی است و این آیت قرآنه. این درسته؟ این گپ تو که قرآن تصدیق کننده کتب قبلی است، این آیت قرآن است و از روی قرآن نمیره تو خواندی. حالا اگه قرآن تصدیق کننده کتب قبلی است، خیلی نسخ نکردهش، تصدیق کردهش. و اگر تصدیق کنندهش نیست، باز نسخ میتانه کنهش. حال کدامش خوی نمیگپت که تو گپت تناقض داره. اگر یک آیت میبود که خداوند بزرگ میگفت که ما قرآن نمیگیم که تصدیق میکنه کتب دیگر که از ماست و نسخ میکنهش که دیگه اونا از بین رفته، باز در اون صورت گپ درست میبود. تو یک آیت با ما بیار که همه تو گفته شده باشه. آقای کوثر، همی گپ که است یک مسئولیت ها. گپ یک سرگین نیست که از مقعد خر میریزه، و خصوص برای شما که قاضی استین، قاضی و قضات استین، استاد استین، عزیزتین، عزیزتین. گپ پیش از هر چیز دیگه یک وجیبه است، یک احساس مسئولیت است، یک معناست، یک زیبایی است، یک هنر است، یک فلسفه است. یک انسان میتونه تنها به اساس یک گپ که زده کافر شد. بناهن تو در مقابل گپ احساس مسئولیت کو. وقتی که گپ میزنی تو صدها شاگرد داری. او روز میگی که
ولا آمده یک سنف رفتم برای لکچر 4500 نفر شده بود. این حال آمدی از یک سوی نقه یک آدم مهم خود فکر میکنی، باز از یک سو سیکو آمدی چی میگی؟ دوم دروغای از این رو من خوب میتونستم افشا کنم، چرا برای من زمینه تحقیق خیلی مساعد بود، من خود جای تحقیق هستم، خیلی تحقیق کردم میتونم. دروغ از این که افشا کردم، من گفتم یه هیچ نوع رابطی به پانتون کابل نداشتم. دروغ میگم که من دکتر هستم، یه هیچ نوع رابطی به پانتون کابل نداشتم. دروغ میگم که من دکتر هستم، یه هیچ نوع رابطی به پانتون کابل نداشتم. دروغ میگم که من دکتر هستم. یه جای دیگه برنامه خود میگم ما معلومات بسیار موثق داریم که شفیعیار در 15 طب نبوده و در اینجا میگه که شفیعیار دکتر هیچ نبوده. همیما اگه تو در یک جایی کشیدی که من دکتر بوده باشم گفته باشم، من اگه از دیگه گفته تو علایده است، اگه من گفته باشم که من دکتر بودیم، من دیگه برنامه خود بسته میکنم، من دکتر هیچ وقت نبودیم. ما در 15 طب بودیم سال 57 1357 پوره ما در 15 طب رفتیم، سال 1358 ما پوره در 15 طب رفتیم، سال 1359 عمل سور جوزا رفتیم، بعد از او ما زندانی شدیم. 5 سال تقریبا 5 سال ما در زندان بودیم. اینال تو آمدی که شفیعیار در طب نبوده. خاله استاد کوثر اگر من نبوده باشم یا بوده باشم چی تفاوت میکنه؟ از این نمی خاطره که من میگم گپ سرگین نیست که از مقعد خر میریزه، گپ یک مفهوم است، یک معناست، یک احساس مسئولیت است، یک رسالتمندی و یک صداقت است که از زبان یک آدم عاقل میریزه. اشرف مخلوقات اینا تو سیگو اینی میگه پا که میزنی، ما میاله حداقل یک 20 سنفی ما دمی امریکا و کانادا دکتر است، همیاله امیا میتونه که ما بیارم امیجا برد یک صدایشان که چهرهشان که بگوی بله از امی سال تا این امی سال امی وقتی که ما گفتیم امی آدم سنفی ما بوده. بازم اون وقت امیروی تو چی میمانه؟ خوش آید بگویی که در ما یه چیز بیاز و نمانده و یه گفت درسته برای تو هیچ فرق نمیکنه، حداقل به خاطر هم یونیورسیتی که تو رئیسش هستی همی تو دروغوی نباش، یعنی لعنت به مو یونیورسیتی که تو رئیس شستی. ما در مورد از او باید تحقیقات کنم که چی رقم یک یونیورسیتی که تو رئیس شستی و باعث های چی رابطه داره و از اولاد وطن ما چی جور میکنه و ما این کار میکنم. در نمی برنامه سر امو پوانتون کثیفه که تو رئیس شستی ما گپ میزنم. اما استاد کوثر اگر ما شاگرد 15 طب نبوده باشم گپایم غلطه؟ و اگر بوده باشم گپایم درسته؟ هیچ. حالا می خودت که آمدی که من رئیس پانتون هستم، قاضی هستم، قاضی و قضات از این سی کتاب نشه که اینا، من یک دانش گفتم که غلط، هیچ با ما غرض نیست، کدی نکدی. ما ایج سر یک موضوع دینی گپ میزنیم که ورم خودت شروع کردی که شفیعیار کافر ای را بکشین، یعنی فتوا دادی. این حالا آمدی یک دفعه میگی که مفتی نیستی، یک دفعه که میگی که هستی، یعنی یک آدمی که دروغگوی باشه در شرع اسلام و میتونه مفتی باشه نمیتونه. اگر میخوایی مکتت ثبوت میکنم، میگی ما شفیعیار را چالنج دادیم. چالنج چی از دیبیت اینمی مانایشه. حالا میگی ما لایف دیبیت میکنم، در لایف دیبیت چی زیادتر میتونی بگویی؟ آه عربی میتونی گپ بزنی، من یاد ندارم، دستا بالا، بیرق سفید بالا، تو بوردی بدر گل دینمی عربی تو بوردی، در غیر از او تو چی را یاد داری؟ خو اگر ما به سواد نمی مرا میگه که در طب نبوده، خب فکر کن که ما می سنف 12 رام نخوندیم، برو 10 رام نخوندیم، برو 8 رام، برو همیما به سواد. اما مردم خو از روی زوم و تو را قضاوت نمیکنن، از روی گپ تو و گپ من ما را قضاوت میکنن. خب ما من نیست یک آدم به سواد این آمدیم غلطی های تو را از روی قرآن پاک گرفته میریم و تو میایی تنها به دروغ متوسل میشی و این معلومات تو چی هست؟ هیچ معلومات نداری، یک آدم بسیار میانتوهیستی، یک آدم بدچشم هستی. سعی کن اینی ما اون روز گفتم اومده سر موی تو کاکولایت دفعه دیگه گپ میزنم، شما سعی کنین اول پیش از اینکه ما برم که سر کاکل چی نظر داره، یعنی سر یک کاکلی میتونه کافر بکشید، یعنی شما اون مردم فکر نکنین که ما سر موی کاکل اینا قار هستم، هر کس هر رقم کاکل داره و ما غرض نیست، ما خودم کل هستم، خوش هستم دمی رقم، اگه موی میداشتم نمیداشتم وظیفه و مسئولیت خودم بود، مردم چی غرض که ما کاکل دارم؟ یعنی منتها اینا
که مردم از سر کاکل کافر میکشن بازی رو باید کتشان حساب کنین. سعی کنین. این میگه که پیغمبر پیش از این که پیغمبرش مویای خود از طرف راست به چپ شانه میکد رقم عیسویا، یعنی که در اون وقت بدین بود پیغمبر بلا تجبه راست به چپ میزد رقم عیسویا. باز پیغمبر که شد فهمید که ولی کار غلطه، او را تغییر داد، باز اتموی میماند از موابه اینی را میزد در پشت دوتا گوشت تیر میکد. یعنی که سنت موی ماندن چی است؟ سعی کنید. پیغمبر اسلام در اول عمر که پیغمبر نشده بود مثل مسیحی ها واره میماند، از راست به چپ شانه میکد، مثل که حالی اگان در حدیث که آمده که از طرف راست به چپ شانه میکد، در چی؟ از طرف چپ به راست نه، از طرف راست به چپ. در حدیثی توری آمده که پیغمبر علیه السلام از راست به چپ قبل از پیغمبریش، باز وقتی که پیغمبر شد، باز پیغمبر از چی؟ از این طرف به پشت سر باز دو پلا میکرد، از بغل گوش تیر میکرد، این شکل موهای خود جدا میکرد از بین دو سر، باز از پشت گوش تیر میکرد، در بین از این یک چی میش؟ یک جدا خط که امو عایشه رضی الله تعالی عنها میگه سفیدی موی پیغمبر علیه السلام، میگه امو سفیدی روغن را در بیخ چی از سر مبارک معلوم میشد. دیگه از این معلوم نیست که پیغمبر علیه السلام که موی میمونه قسمی میمونه، و این به حدیث واضح آمده. اما او قسمی که خودت میگی طرف بالا، او را بعد از پیغمبری میگه که طرف بالا باز از بین جدا میکرد، ولی از گوش ها پیغمبر علیه السلام او را پشت گوش منداخت. پیش از پیغمبری از راست به چپ شانه میکرد مثل مسیحی ها واره. در حدیث آمده که مثل مسیحی ها واره پیغمبر اسلام قبل از پیغمبری. یعنی اینال اگر تو مویت از راست به چپ شانه میکنی چی میشی؟ غیر مستقیمی وقت یک مرد پیشانید زده عیسوی یا نادان تو نمیفهمی، پیغمبر هم یک وقتی که درست نمیفهمید پیش از پیغمبری این کار میکرد، پس آن فهمید که مویت هم اگر رقم عیسوی آبانی گناه داره بازی گرفت از ما بین. خب بسیار خوب، بسیار خوب. خدا او وقت پاکی هم نبود پیغمبر، خوی ریش خدا متو مقبولک جور نمیتانست. یعنی سعی کنین ای که میره در تلویزیون پیام حق در اوج زنا نمیبینه ایره، از این خاطر ای چرگک آدی و کلاگک داره. سعی کنین. اینال تلویزیون یکی را خواسته، در ایجا دیگه میفهمه که در خانه مردم میره دخترهایی را میبینه و زنها. ایجا دیگه باید تمت یک آدمه که چربک خوش چیرگک باشه. سعی کنه نیره ویریشم کت رنگ بود تمت سیاه زاغی کده. در مجلال آباد ما قسمت زیاد زندگی خود تیر کردیم و یکی از جای بسیار خوب مملکت ما، یعنی من خاطرات بسیار خوب از جلال آباد دارم. باز دمی جلال آباد از دمی پاکستان یک رقم بوتلک های رنگ رنگ نه روغن موی می آوردن، باز یک بویک هم داشت. باز ببخشید اگر یه فهم بیزنم، دمی جلال آباد بچه بازینگر نگاه می کدن، اینه بچه اکای خورد بازور مویکایش دراز می ماندن، از این می چربیگک در مویکایش می زدن روی یک چرب، اینا دم بازار های اگه نفهم می دیدی. اینه ولی به خدا اونمو یادم می آید. یعنی شما سعی کنین، خودش میگه که سنت پیغمبر تو را که از این مابین باز از دو سونه گوش، حال اونمو رقمی کو یا مو رقمی که در روزای دیگه هستی که کلاگک میپشه و ریشک همو رقمی، حال تو چرا امروز رنگ کدی؟ چرا بازی سگک های شکلک ها دادی؟ بازی رنگ چی کردی؟ خود چرب کردی؟ چرب چقدر باز گرفتی کلاگک تا موسو ماندی؟ حالا خمو رقم باش. و استاد ظاهر دایی میگه که در لعنت خدا به سر او کسی که زن خود سینگار کرده در تلویزیون ها رایی میکنه، بازو ما چون از زیر بیرق پیغمبر پس میشه و او دووس میباشه، مانده ما ده دفعه خودت این کار میکنی. اینم یاله در خانه مردم میری با ست رو با عورت برو، یعنی ما تو رو نمیگم، یک آدم دیگر رو نمیگم هم میگفه، اما تو که امی رقم استندرد سخت یا میار سخت داری امیر رقم باش. سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کش. خو خیامتو که میگی پیغمبر اینی رقم میکرد، اگو رقم شام کفره خوی رقم نکو، اینمی حال تو مویت رقم مسیحا کدی، اینمی اسپایک که زدی در امریکا و اروپا موده. سعی کنی بچه اگه کاره این حاله دیگه، باز چیره اگه که بچه بانزیگر بخواد نته، چیره یک عالم دین بخواد بته که وقتی که در خانه مردم میری با امو سطر عورتی که تو از مردم دیگه توقع داری بری، اما برعکس مویکایت چرب و چغت کدی، جگکایت بسیار مقبولک جور کدی، مویکارم کتریش یک رنگ سیاه همت برس کدی،
آمدی در تلویزیون نرو دیگه، اونا مو رقم که مردم هم میخواین باشه شما هم باشین. ببینین دروغ دیگه شه پیش روی شاگردهای خودشته در چشمشان میبینه و این منافق دروغ میگه. اما وجیبه شما مسلمان هاست که کفر عزیز را دارید. اگر شما میگی که فیسبوک قدر لایک گرفته از شما 10000 5000 لایک میگیره از 20000 5000 دوستا شما ببینین این چیزا با پیسه خریده میشه پروموت میگه. ما کامپیوتر خواندیم میگه شفیعیار برنامه‌اش رو نفر نمیبینه، شما میگین کی را زیاد نفر میبینه نمیبینه، یا پیسه میته برای یوتیوب اینا بازینال نفرا و رزیاتی میبینه. ما والا یک قران اگه مصرف کنم برعکس یوتیوب ما یک چند سا دلار برای ما میته، بخاطر برنامه تان اگه در یوتیوب زیاد دیده شه باز یوتیوب برای شما یک چند روپیه میته، بخاطر که برنامه شما بر از وا اعلان میره. ما اونمو پیسه را که میته اگه یک شانزا پلیشه بگیرم، چون کار ندارم اونمو کسی که دمی چیم کمک کده دمی یوتیوبم امور امو میگیره ایش، ما اصلا از امو یک قرانش نمیگیرم. اما اینه یک دروغ دیگه میگه و سعی کنین ای در مورد مجالس ما چی میگه. میگه در مجلس های از یا که یک چند صد نفر میگه او رو میلیون ها دلار مصرف میکنن، سعی کنین هیچ اصلا به ناموس پابند نیست. شما یک چی از ایره ببینین در کلیپ که ای بازن های یا از خودش است یا از بیگانه است روی در روی در پیشروی دوربین ها که اون زنها قسمتی از بدنش روی به روی شانه به شانه و کله به کله عکس ها میگیره و گرد از ایره در کدام محفل است. این محفل ها را اینا کدام عروسی مروسی است یا کدام محفل چیه است که این چیزها را با پیسه میخرن و اینا شما کدام پیسه نه به شما به ما داده نه ما به شما دادیم. غیر از این می تو حلقات ما امروز از یک درس دیگه آمدیم یک 4-4.5 ساعت معسل بود این بالا یک درس بود یک سالون 4-4.5 ساعت معسل، نه کس برشان پیسه میتن از ما پیسه میگیرن نه بر ما پیسه میتن، ولی اونا با پیسه جمع میکنن میلیون ها دلار مصرف میکنه که تا یک کنفرانس اینا جور کنه. این میلیون ها دلار یک قسمت شب اون شبکات استخباراتی برشان میتن ولی اونا با پیسه جمع میکنن میلیون ها دلار مصرف میکنه که تا یک کنفرانس اینا جور کنه. این میلیون ها دلار یک قسمت شب اون شبکات استخباراتی برشان میتن. آقای کوثر گوش کن، باز ما یک برنامه داریم در ونکوور کانادا، خوب گوش کو که ما چی رقمی با مردم اعلان میکنم. تو یا دلار نمیفهمی یا حساب میلیون ها دلار بسیار پیسه است و خودم میگه که در مجلس ما 20 نفر میآیه، کلش غلطه، کلش دروغه، کلش فسقه. اینال گوش کو که ما چی میگم. دو سایزم ما در ماه سپتامبر در 27 مجلس ما آل معلوم شد، ما جای اینای خود گرفتیم. در 27 سپتامبر در ونکوور کانادا ما مجلس سازمان آب میگیریم. از ساعت 10 بجه سالون ما آواز میشه، از 11 مجلس ما شروع میشه، حدود 5-6-7 بجه خلاص میشه. نان چاش شما در امینجا سرو میشین، شما برای نان چاش و مصرف جای برای خودتان از 18 تا 20 دلار هر چقدر که مصرف شد شما اونمو رو پی میکنین، پرداخت میکنین. باقی مصارف دیگهش که ادقل به می اندازه دیگه به هر شخص است او رو ما میتیم، مصارف سیکیوریتی ما رو، مصارف راه و جای و هتل و هر چیز دیگه ما که است او رو ما خود ما میتیم. یعنی در واقع شما به ما پیسه نمیتین و ما به شما پیسه نمیتیم. تمام مصارف ما شاید در حدود 20,000 یا شاید هم یک کم زیادتر شه، یک لک دلار نمیشه، نیم لک دلار هم نمیشه. و این نفره که میگه میلیون ها دلار دروغ میگه، ما با کس پیسه نمیتیم. یه هم وطنهای ما که میاین به اساس دردمندی خودشان میاین، ما را یک درد به هم یک جای میسازه، یک تلاش برای نجات مردم و وطن خود. ای آقا خود جاسوس آیسایه، اونا شما دیدین که مردم قفاقکاری میکنه و فتوا میته که اینا مسلمان های موسومی است، اما در مورد طالب میمور از زبانش بسته است. آقای کوثر در اینجا صدها نفر اشتراک میکنه، نمره تلفونی که شما اشتراک میکنین اینیست. هفته دیگه از ونکوور نمره 604 به شما میدیم. دو وبسایت داریم، یکی habafghan.com اینجا و یکی دیگه ما www.aab.org. در هر کدامش که میخواین ثبت نام کنین. در
HIV که از دولنگه به فارسی میتونین زیادتر در وجه حساب بگیرین یا ثبت نام کنین. وبسایت دوم ما یک کم زیادتر باید انگلیسی بفهمین و آپشن دیگر لسان ها هم در اینجا موجود است. وبسایت دوم ما AAB به زودی ادورتایز های سازمان ما را حمل میکنه یا نشر میکنه بگویم. شما هم وطنهای عزیزم با دوستا و رفیقایتان اطلاع بتین، یکان وقت برنامه مره یک نفر آگاهی نداره، یکان نفر دیگه مویستش ندیده، بنان شما با دوستایتان اطلاع بتین. نجات وطن ما به بازوی همه ما ضرورت داره، با پاهای پر حرکت هر کدام ما، با قلبهای پر مهر هر کدام ما و با احساس ما نیازمند است. اینمی کمک بزرگ است که شما تلفن میگیرین، یک دوستتان زنگ میزنین، نامای ما در فیسبوک شیر میکنین. اینا که میگن که اینا پیسه میتن و میلیون دلار، یا جز یک مشت دروغگوی کس دیگه نیستن. گوش کنین به یک گپ دیگهش در مورد مردم شیعه که یک می کلمه رافیزی را همیشه به یک شکل تحقیرآمیز استفاده میکنه. مورد مردم شیعه چی نظر دارم؟ میگه شیعه تو را خوب میبینه، از دل نه، اما تو ظاهری، چون گپایی که تو میزنی وام امو گپا را باور دارن و ببینین که او گپایی را کی فکر میکنه که مردم شیعه باور داره چی است. اینمی سه تو دیگه را تایید میکنن در پهلوی از اون روافضی که اقدمان دستن با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و با خلفای راشدین، اونا هم یک پتکی را میتن. میگه برو هم چیزایی که ما میخوایم اون را تو همونه، رسول الله را بد میگی، اهل بیت بد میگی، بنام و و و از خلفای راشدین بد میگی، ابو سفیان رضی الله تعالی عنه، معاویه رضی الله تعالی عنه بدرد میگی، مام کت تستیم، ابو سفیان رضی الله تعالی عنه، معاویه رضی الله تعالی عنه بدرد میگی، مام کت تستیم. و چون هر کس جایی که ببینه بنفش کار میشه و همو قسمتش رو تایید میکنه. روافض تو را خوش داره به خاطر که اونا هم پیغمبر بلا تشبیه بد میبینن، هم اهل بیت بد میبینن، هم دوستای پیغمبر، هم صحابه را، از این خاطر تو را هم یک کم خوش دارن. اما خود شدیدین برای ابو سفیان و معاویه رضی الله عنه میگه، کسی که دشمن ترین پیغمبر بود. شما برین دو سفر راجع به جنگای پیغمبر بخونین، از اون دو صفحه حداقل یک صفحه در مورد جنگا با ابو سفیانه، غزوات پیغمبر رو ببینین و ببینین که دندان پیغمبر کی شکستان، و شما ببینین کاکای پیغمبر کی کشت، و شما ببینین که گوشت کاکایش کی خورد. این از روی از اون میفهمین که ابو سفیان و ایندیا و غیره و غیره کی بود. اما این کسیف اونا را رد علاوانه میگه، یعنی دمیجه مردم شیعه را یک کافر گفت. اما اینا لباس چی میگه سعی کنین؟ اگر این کفر عزیز را ما از علمای شیعه پرسان کردیم، همی آدم ها گفتیم شما چی میگین؟ به الله قسم که علمای شیعه را کافر گفتن. گفت های بابایی که کفره. میگه امو شیعه هم تو را کافر میگه. حالا از یک سو میگه که وام را خوش داره، از دیگر سو میگه که وام را کافر میگن. حالا تو خوبی از وار کافر میگی، حالا تو چرا برنامه مرا پیش از وا ببری؟ حالا ایش نبر، تو خوبی از او به نظر تو کافره. مثل که برنامه ما را برای یک آدمی که موسویس یا ایندوس یا کس دیگه است ببری که امی شفیه را به نظرت مسلمانه یا کافر، حال پیش از ما چرا میبری؟ تو خود نمیگی که شیعه برادرهای ما هستن، مسلمان ما هستن و تو در نظر از وام کافر هستی. و ای که اگر یک ملای شیعه ما را کافر بگوی، زمین در آسمان نمیخوره و فرق نمیکنه. 1400 سال اکثر مردم اسلام و درستی نفهمیدن. اگه یک ملای شیام بیای مرا کافر بگه، من خود او قار نمیشم و جگرخون نمیشم. من از روی قرآن تشریح میکنم، خدا کنه کل دنیا کافر بگویم و خدا کنه که کل اگه سرم گل پرته. من تنها قرآن میخوانم، قرآن برای تشریح میکنم و از یک منطق، از یک زنجیره منطقی گپایم برخورداره، گپایم تناقض نداره. اینمی گپ تو یک تناقض است که اول شیعه را کافر میگی، باز میگی که اونا هم تو را بد میبینن، ما رفتم پیشان پرسان کردم. اینی تناقض است و ده ها تناقض تا ما هر دفعه در برنامه اتیاد میکنم. اینال تو اگه یک چیز را تناقض دیدی بیا بگو. آقای کوثر، خودت میگی که شفیع عیار بیایم لایف دیبیت میکنم،
لایف دیبیت اینمی او آدم نمیفهمی که اینمی دیبیت هست. ما میال با آیات قرآن دست تو را گرفتیم ده ای دیوال میزنم او دیوال او دیوال از بینید چیزا سر میکنه که مردم خیالش که بارانه. تو آمدی که من لایف کتت میشینم مستقیم کتت میخوایم در تلویزیون بشینم، یعنی در مستقیم تو چی خواد گفتی؟ ما از این نمیترسم. اگه تو میخوایی که در امریکا بیایی و در تلویزیون کت ما بشینی، کت ظاهر دایید، کت از دو عیاز نیازید، کت هر کس دیگه اید که میایی حاضر و آماده. منتها ما برای تو میگم کالین ما کل گپایت از روی قرآن هر روز غلط میکشم. حالا تو قرآن گفتی که نسخه که در کتب دیگره، باز خودت میگی که در قرآن آیت است که قرآن تصدیق کننده کتب دیگه است. حالا تو اول کت خود یک دیبیت کو که تو از خود یک ملاکوسر واحد جور کو، باز بیا کت ما دیبیت کو. تو که یک نفر هستی، ما 4 سال برنامه جور کردیم، تمام برنامه هم یک تناقض نداره. اما اینه ما خو میایم او که شما میگین او علایده است، مگم من میایم برای سند میمانم میگم اینی گپت به این گپت تناقض داره. گفتن او را هر کس میتان آدم بگویه. یعنی گپای شما در مورد ما کلش دروغه. شما یک مشت فاسق هستین. مرا شما میگین که سلمان رشدی افغانی و از این که بد اخلاق ترین گپ وجود نداره که تو اول سلمان رشدی را نمیفهمی کی بود چی بود چی میگفت و او گپ از او را که قرآن پاک بلا تشبیه میگه آیات شیطانی مساوی به گپ ما میدانی که ما میگم یک خداوند واحد است، یک قرآن را فرستاده بر ما که ادایاتش است توسط یک پیغمبر که حضرت محمد است و تو میگی گپ شفیع یار مساوی با اوست. تو گوش خوک سرمت تومد هر چیزی که شما میگین دروغ است. و باز شما ببینین که جبون چقدر ترسنده که اگر مرا شهیدم ساخت، اگر مرا شهیدم ساخت، اگر مرا شهیدم ساخت، این کردن نمیتونی، بسیار ترسوز. آقای کوثر ما تو را نمیکشم، ما رقم شما قاتل نیستیم. مثل که آقای ظاهر دایی میگه که ما در یک موترک عادی بدون بادیگارد میگردیم، ما را کس غرض نمیگیره. مالوندار خود تیگانه کسی که میکشه آیسای و نمایندهش هسته. شما که برای ازوا خوش خدمتی میکنین و نوکری میکنین، چرا شما را اونا بکشن؟ ما تنها چیزی که میکنم آقای کوثر، تو را برای هموطنهایم تشریح میکنم که تو جز یک طالب انتحاری کسی دیگه نیستی. تو مغز مردم انتحار میکنی. این حال وقت وا فهمید که تو یک طالب هستی، اینی کار با سرت میکنن. و باز ما در فاتحه سوره لهب برات میخوانم. برنامه آینده ایم شما را به خداوند بزرگ می سپارم.